سلام به شما عزیزان و همراهان خوبم امروز روز جهانی ویتامین دی هست دوم نوامبر روزی که کل دانشمندان اندیشمندان حوزه پزشکی و تب این روز رو نامگذاری کردن برای مهمترین ویتامین بدن ویتامین دی ویتامینی که خیلی ها فکر میکنن بایستی از طریق مکمل ها به دست بیارن از طریق قرص ها داروخونه ها برن اون رو کمبود رو جبران بکنن ولی غافل از اینکه زیاد مصرف کردنش یه ذره بیشتر از نرمال استفاده کردنش عوارض زیادی داره و اگر در بدن کم باشه عوارض ایجاد میکنه من در این ویدیو هم راهکارهای طبیعی به دست آوردن ویتامین دی هم راهکارهای فعال کردن ویتامین دی رو خدمت شما میگم چون خیلی ها ویتامین دی در بدنشون هست ولی به دلیل کمبود برخی از مواد مثل منیزیم ویتامین دی در بدنشون فعال نمیشه عزیزان در این ویدیو کامل توضیح دادم بسیار ویدیو مهم هست برای کسانی که میخوان خوش رنگ رو باشن کسانی که میخوان اعصاب خوبی داشته باشن کسانی که میخوان دچار بیماری های ناشناخته نشن ضروری ویتامین دی بدنشون کامل تکمیل و فعال باشه بنابراین با من همراه باشید با یکی از مهمترین ویدیوهای چنل دکتر جاوید نقش اول ویتامین دی که خیلی هم مهم هست کمک میکنه به جذب کلسیوم از داخل روده و کمک میکنه به چسباندن کلسیوم و فسفر به استخوان ها و استحکام استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان بنابراین برای افراد بالای 50 سال ویتامین دی بسیار ضروری و حیاتی هست عزیزان ویتامین دی کمک میکنه به سیستم ایمنی خصوصا سلول های ماکروفاژ که اینها بهتر ویروس ها و باکتری ها رو به بلعن و از بین ببرند اگه میخوان کمتر سرما بخورید آنفولانزا دچار بشید و بیماری های ویروسی باید ویتامین دیتون به اندازه کافی باشه نقش بعدی ویتامین دی که باور نکردنی هست تاثیرش رو خلق و خو و آرامشه عزیزان کسانی که افسردگی دارن اینها ویتامین دی شون کم هست و زمانی که ویتامین دی کافی رو دریافت میکنن کمک میکنه به بهبود افسردگی درونگرایی و عصبانیت هایی که بعضی ها دوچارش میشن خصوصا زمانی که در معرض نور و آفتاب قرار میگیرید هورمونی به نام بتا آندروفین ترشح میشه در بدن که به همراه ویتامین دی کمک میکنه به خوش اخلاقی و افزایش سطح انرژی و بهبود افسردگی حتی خانم های باردار که ویتامین دی کافی ندارند خیلی هاشون دچار افسردگی پس از زایمان میشن عزیزان نقش بعدی ویتامین دی عزیزان در بهبود خواب هست کسانی که بدخوابی دارن کسانی که موقع خواب خوابشون نمیبره استراب دارن یکی از علتهای این مورد میتونه کمبود ویتامین دی باشه و ویتامین دی روی کیفیت خواب و بهبود خواب و خواب راحت خیلی تأثیر گذاره هست. مورد بعد از آن تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین دی در بدن میتونه باعث افزایش ریزش مو بشه. حتی برای رویش مجدد مو نیاز به تامین ویتامین دی هست چرا که ویتامین دی اثر میذاره روی جذب املاح و الکترولیت هایی که برای ساخت مو ضروری هستند. مورد بعد از آن ویتامین نقش مهمی رو در تعادل فشار خون داره و به دلیل جذب املاح و الکترولیت ها موجب حفظ فشار خون میشه عزیزان این مواردی که میگم خدمت شما به خاطر این هستش که شما خودتون طبیب خودتون بشید با اطلاعات ساده ای که شما در این ویدیو به دست میارید خیلی وقتها شما از درد های مختلف رهایی پیدا میکنید فقط کافیه سطح آگاهی بره بالا و هدف ما و تیم ما اینه که آگاهی بدیم به مردم و این آگاهی ها بتونه زندگی ها رو کیفیت رو افزایش بده سلامتی رو افزایش بده شما هم اگه دوست دارید که با ما همراه باشید کافیه فقط یه کامنت خوب و پر انرژی برای ما بفرستید متشکرم مورد بعد عزیزان خیلی ها الان دچار خستگی ها و بیحالی های مفرتن دیدین خانم ها و کسانی که در واقع اکثرا تو خونه هستن همیشه میگن ما حس خستگی داریم چه غذا بخوریم چه نخوریم بیحالیم از یکی از نشانه های کمبود ویتامین دی همین خستگی و بیهالی هست چرا که ویتامین دی هست که در عضلات نقش آفرینی میکنه و با فعال کردن جذب کلسیوم و املاح و به کمک روی البته روی هم نقش بسیار مهمی داره در عضلات یک کمپلکسی رو تشکیل میدم که این کمپلکس در واقع باعث فعال شدن انرژی در بدن و پویایی میشه و خستگی رو از بین میبره عزیزان تحقیقات اثبات کرده که کمبود ویتامین دی حتی میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه سرعت عبور مواد رو در روده کم بکنه و فرد دچار یبوست بشه که خود یبوست امول امراضه و این یکی از مشکلات بسیار زیاد در جامعه امروزی ما هست یا مشکلاتی نظیر آی بی روده تحریک پذیر و یا سلیاک بیماری که رو به افزایش هست و تحقیقات نشون داده یکی از اون علت هایی که میتونه این عوامل رو تشدید بکنه و ایجاد بکنه کمبود ویتامین دی هست. مورد بعد از اون که شما میتونید پی ببرید به اینکه ویتامین دی بدنتون کم هست، تعریق شبانه هست. خیلی ها ناحیه گردن و ناحیه سرشون موقع خواب عرق میکنه. یکی از علت های اصلی این مورد بحث کمبود ویتامین D هست. و مورد بعد عزیزان کسانی که دچار زخم میشن برای بهبود زخمشون خصوصا افراد دیابتی برای بهبود زخم های دیابتی ما نیاز به ویتامین دی داریم و افراد دیابتی که کمبود ویتامین دی داشتن دیدن در بهبود زخم ها دچار تاخیر میشن و زخمشون دیرتر خوب میشه از اونایی که ویتامین دی کافی دارن و مورد بعد بحث مسائل جنسی هست عزیزان خیلی ها در جامعه امروزی دچار مشکلات جنسی هستند و هر دری میزنن برطرف نمیشه و نمیدونن یکی از علتهای مسائل جنسی و ایجاد نعوز در آقایون مشکلات جنسی در آقایون و حتی خانم ها برمیگرده به کاهش ویتامین دی و نقش ویتامین دی در در واقع هورمون های جنسی و افزایش میل جنسی که این هم یک معضل شده در شرایط امروزی عزیزان یکی از نقش های بسیار مهم ویتامین دی تنظیم متابولیسم هست افرادی که کمبود ویتامین دی دارن اینها معمولا چاق میشن اینها در رژیم های لاغری موفق نیستن نقش بعدی ویتامین دی عزیزان نقش مهم اون در سرطان زدایی هست هم پیشگیری از سرطان و هم درمان از سرطان ویتامین دی نقش بسیار بسیار مهمی رو داره چرا که در تقویت سیستم ایمنی هم نقش داره بنابراین نور خورشید ضد سرطان هست نور خورشید لاغر کننده هست نور خورشید بهترین دارو هست برای وجود ما خودتون رو از این نور به اندازه بهرهمند بکنید اگر نتونستید از طریق مواد غذایی که من در این ویدیو بهش اشاره کردم حالا دیدیم ویتامین دی فقط مال استخوان و پوکی استخوان نیست ویتامین دی تمام سلول های بدن براش گیرنده دارن عزیزان ویتامین دی بسیار بسیار مهمه و ما باید بدونیم چقدر نیاز بدن ما هست و تأمین کنیم و کسانی که میرن سراغ مکمل های ویتامین دی از طریق سنتتیک و قرص های صنعتی و داروخونه ها برای تأمین ویتامین دی خودشون اینو بدونن که ویتامین دی وقتی که از یه حدی افزایش پیدا میکنه باعث هایپرکلسمی میشه هایپرکلسمی باعث سنگ کلیه میشه باعث کبد چرب میشه و یک سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه افراد دهانشون خشک میشه سردرد میشن عوارض خودشو داره میتونید سرچ بفرمایید ما توصیه اینه که به صورت نچرال و طبیعی ویتامین دی بدن خودتون رو تأمین بکنید و این هم بدونید عزیزان که تأمین ویتامین دی یک بحث هست فعال کردن ویتامین دی در بدن خودمون مورد بعدی هست که اینها دوتا تا مقوله هست و خیلی ها ویتامین دی در بدنشون هست ولی فعال نمیشه چرا چون برای فعال سازی ویتامین دی یک سری عناصر نیاز هست مثل روی مثل منیزیم مثل ویتامین کا و اینها موجب فعال کردن ویتامین دی میشن بنابراین بعضی وقت ما بدنمون منیزیم کم داره به خاطر همین من دائم توصیه میکنم برای تأمین املاح بدن خودتون حتما مواد معدنی رو عزیزان شاید در سبزیجات و میوه‌جات و اینها پیدا بکنید ولی به صورت دوز بالا و ارگانیک و نچرال در نمک طبیعی هست نمک ارگانیک اون نمکی که NACL نیست اون نمکی که 85 تا ماده معدنی داره اون نمک خصوصا نمک های آبی نمک صورتی نمک دریاچه البته جاهایی که بهداشتی و تمیز باشه اینها سرشار از منیزیم هستن سرشار از روی هستن و میتونه ویتامین دی بدن ما رو فعال بکنه عزیزان برای تأمین ویتامین دی ما نیاز به آفتاب داریم آفتاب بالاترین بهترین ارزانترین دارو هست برای بدن اگر میخواین افراد بزرگسال پدر بزرگا و کسانی که سنشون رفته بالا اینها دوچار بد اخلاقی نشن دوچار پوکی استخوان نشن این عوارضی که گفتم خدمتتون دوچار نشن کافی روز 20 دقیقه اینها رو در معرض آفتاب قرار بدیم امروز سبک زندگی های ما طور شده که اکثرا داخل خونه ها هستیم میخوایم بریم بیرون از آفتاب فراری هستیم کرمای ضد آفتاب میزنیم و نمیذاریم نور آفتاب رو دریافت بکنیم یا در مناطقی از این کره زمین آفتاب کم هست مناطق اروپایی مناطقی مثل هلند ژاپن و مناطق مختلف که کمبود نور خورشید رو دارن اینها چه کار بکنن من یک تحقیقی کردم خیلی جالبه برای تامین ویتامین دی که اینقدر مهم هست در مناطق گرم سیر میبینید که طبیعت طوری هست که خرما میده و خرما یکی از محصولاتی هستش که سرشار از ویتامین دی هست و کسانی که شبی پنج عدد خورما مصرف بکنن دوچار کمبود ویتامین دی نخواهند شد و جالبه در بعضی مناطق سردسیر یا مناطقی که نور خورشید کم هست مناطقی که دریا زیاد دارن و مناطقی مثل ژاپن مثل جاهایی که نور خورشید خیلی زیاد نیست اینها خداوند در اونجا ماهی رو قرار داده و ماهی خصوصا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین دی هست که میتونن برای تأمین نیاز بدن خودشون از اون ماده استفاده بکنن و ویتامین دی چون خیلی مهم هست برای بدن منابعش هم در منابع گیاهی و هم در محصولات حیوانی وجود داره در تخم مرغ وجود داره در جگر گاو وجود داره در جگر ماهی وجود داره و در منابع گیاهی هم بهترینش خورما هست بعد کدو حلوایی هست از تو مغزها گردو بادام و پسته اینها ویتامین دی خوبی دارن به شرطی خام استفاده بشه و خوب بجوید عزیزان یکی از منابع غنی ویتامین دی انجیر هست و زیتون و اگر اینها با هم مصرف بشه بهترین دارو برای پوکی استخوان هست که ما سالهای سال رو تست کردیم روی بیماران مختلف واقعا نتیجه عالی بوده بنابراین میواهایی که تو آفتاب خوش میشن نور آفتاب زیاد دریافت میکنن مثل انجیر مثل کشمش مثل خرما و توت خشک و برگه زردالو اینها منابع خوبی هستند برای تامین ویتامین دی که اگر در رژیم غذایی قرار بگیره این مشکلاتی رو که گفتیم اینها حل خواهد شد و این نکته طلایی رو هم هدیه میدم خدمت شما نتیجه تجربیات ما هست عزیزانی که در معرض نور خورشید نیستن کمبود ویتامین دی و کلسیوم رو حس میکنن در بدنشون برای که این مسئله برطرف بشه چه خانم های باردار چه نوجوانان چه افراد میانسال و موسن این نسخه یک داروی بسیار خوب و خوشمزه هست هر شب یک عدد کشک محلی که سرشار از کلسیوم هست دو عدد گردو که سرشار از فسفر هست و سه عدد خورما که سرشار از ویتامین دی هست و اینها با هم یک کمپلکس رو تشکیل میدن برای رفع پوکی استخوان برای ایجاد نشاط و مواردی که مربوط میشد به ویتامین دی اگر کشک محلی خوبم نداشتن به جای کشک که سرشار از کلسیوم هست شما میتونید از بادام استفاده کنید و 15 عدد بادام رو در واقع یک دانه یک دانه میل کنید بعد گردو و بعد خورما این ترکیب رو در جیره غذاییتون بذارید خصوصا شبها که بهترین زمان برای جذب کلسیوم در شب هست عزیزان در لایف استایل امروز ما در شرایط زندگی های امروز خصوصا نوجوانان که اکثرا پای کامپیوتر و بازی و اینها هستند و در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند حتما دیدین شاهد بد ها و کج های این گروه سنی شده و اینها بخش مهمیش به خاطر کمبود ویتامین دی هست بنابراین مادران توجه داشته باشند که رژیم غذایی رو طوری تنظیم بفرمایید که در جیره غذاییتون منابع ویتامین دی فراوان باشه تحقیق بفرمایید و ما هم در این چنل در واقع مطالبی رو خدمت شما میگیم که کپی پیست نیست از جایی مطالبی هست که ما سالها داریم با اینها زندگی میکنیم بیمارانمون رو درمان میکنیم افراد بسیار زیادی که به ما مراجعه کردن پوکی استخوان داشتن مشکلات مختلف ما اول ویتامین دی بدنش رو تنظیم میکنیم عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید ما هم در اینستاگرام و هم در تلگرام در خدمت شما هستیم موفق و شاد و سالم باشید خدا نگهدار